مقاومت در برابر طالبان، گروه هایی که هر روز قد بلند می کنند. رادیو آزادی می نویسد برخی از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان که ادعا می کنند در برخی از ولایت های شمال فعالیت دارند. طالبان بعد از نزدیک به 20 سال جنگ در برابر حکومت های تحت حمایت آمریکا در افغانستان دوباره به قدرت رسید، اما هنوز از تاسیس حکومت جدید طالبان یک سال نگذشت که چندین گروه مقاومت در برابر طالبان ایجاد شده است. یکی از این گروه ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است که ادعا می کند در برخی از ولایت های شمال فعال است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که شماری از نیروهای پیشین امنیت نیز در صفوف آنها شاملند. وی به ادامه افزود جبهات اصلی مقاومت ملی بیشتر در ولایت های بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ، بادغیس و غور متمرکز است. بدان بال سقوط نظام پیشین افغانستان در ماه اسد سال گذشته، جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام موجودیت کرد. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان: جبهات اصلی مقاومت ملی بیشتر در ولایت های بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ، بادغیس و غور متمرکز است. جبهات مقاومت بیشتر در ولایت های شمالی. این جبهه از سوی احمد مسعود، پسر قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی، رهبری می شود. احمد شاه مسعود که چندین سال علیه طالبان جنگیده بود، چند روز پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2021 به ایالات متحده در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال افغانستان کشته شد. به اساس برخی گزارش ها احمد مسعود در تاجیکستان است، اما احمدی چیز دیگر می گوید. آقای احمد مسعود به صورت متواتر در رفت و آمد است، بعضی وقتها سفرهای خارجی هم دارد، در داخل و بیرون افغانستان سفر می کند و در یک جای خاص مستقر نیست. در 2 هفته گذشته جبهه مقاومت ملی از درگیری با طالبان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان، پنجشیر خبر داده است. این جبهه به روز 20 حمل ادعا کرد که بخش‌های از ولسوالی‌های اندراب را با تازگی تصرف کرده است. ویدیوهای هم در صفحه‌های فیسبوک سالی محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، نشر شده که نشان می‌دهد با تازگی در پنجشیر فیلمبرداری شده است. جبهه دیگر ضد طالبان زیر نام تحریک آزادی ملی با تازگی به رهبری عبدالمتین سلیمان خیل از جنرالان پیشین اردوی افغانستان تشکیل شده است. سلیمان خیل به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال گفت که جبهه اش با جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط ندارد. او افزود که آنها در 26 ولایت افغانستان فعالیت سیاسی و نظامی دارند. از جانب دیگر سمیع سادات از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به تازگی گفت که گروهی را برای مبارزه با طالبان تشکیل داده است. آقای سادات در یک پیام صوتی به تاریخ 22 حمل گفت که پس از عید رمضان روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان آغاز خواهد شد. وی از این روند به عنوان مبارزه برای آزادسازی کشور یاد کرده و گفت برای کشور ما گام های عملی خواهیم برداشت و در این گام ها فعالیت سیاسی، جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره ای نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را زور اسلحه آزاد کنیم. همزمان برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکیل سیاسی نظامی با نام جبهه ملی جمهوریت خبر می دهند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که خود نامش ذکر نشود و نشر اعلامیه روز 7 ثور به رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش می کنند. در واکنش به ایجاد این
همه جبهات حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس و گروه اجازه داده نمی شود که امنیت افغانستان را به چالش بکشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان توضیحات بیشتری بر رادیو آزادی فراهم کرد و هیچ کس اجازه داده نمی شود که به افغانستان برای بار دوم آشوب، جنگ و فتنه را بازگرداند. مردم علیه این اقدامات خیلی جدی و حساسند. افغانستان دیگر نیاز به آرامش و ثبات دارد. امارت اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج می دهد که ثبات حفظ شود. طالبان با چه امکاناتی و پشتیبانی های در مقابله با این مقاومت ها و جبهات عمل خواهد کرد؟ در حالی که هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان از لحاظ مالی هم با مشکلات روبرو هستند. شفق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان به این باور است که اوضاع فعلی زمینه فعالیت جبهات مقاومت در برابر طالبان را بیشتر مساعد می کند. به نظر وی این جبهات چالش های جدی در برابر طالبان خواهد بود. اگر طالبان در اقدام هایشان تغییرات جدی وارد نکنند، مردم افغانستان مجبور شده و با این جبهه ها می پیوندند و برای طالبان چالش های بسیار جدی را ایجاد می کنند. فراموش نکنیم که طالبان یک زمان مثل همین جبهه ها فعالیت های مسلحانه و شورشگرانه را از جنوب افغانستان آغاز کردند و توانستند که دوباره نظام افغانستان را سرنگون کنند. محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان آینده نظامی و سیاسی این کشور را با تغییر در عمل کرده رهبری طالبان مرتبط می داند و می گوید: من متیقن هستم که اگر حکومت طالبان نتواند به آن تعهداتی که در توافق دوحه ذکر شده عمل کند، تهدیدها از این بیشتر می شود و بالاخره در موجودیت فقر و بیکاری در افغانستان فعالیت های گروه های ممتنوع از این هم بیشتر خواهد شد و ما شاهد تحولات دیگر در افغانستان خواهیم بود. تا هنوز در مورد منابع و حامیان جبهه های ضد طالبان ادلاعی در دست نیست و مسئولین جبهه ها هم در این مورد جزئیاتی نمی دهند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با این گروه ها هم نشانه دیدن نمی شود. نشریه فارن پالیسی حدود دو هفته پیش گزارش داد که مقاومتگران در جبهه های مختلف تلاش دارند تا حمایت های جهانی را کسب کنند، اما به نوشته نشریه این گروه ها تا هنوز صف متحدی ندارند و همهشان بیشتر از آن که مخالفان طالبان را دوست خود بدانند آنها را رقیب می شمارند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با گروه های مسلح مخالف طالبان نشانه دیدن نمی شده است. از سوی دیگر حکومت طالبان با چالش دیگری هم روبرو است که از نظر ایالات متحده آمریکا و جهانیان آزمون بزرگ در افغانستان بوده می تواند و آن عبارت است از فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش که مسئولیت برخی حملات در افغانستان را پذیرفته است. با آنکه حکومت طالبان تاکید می کند که فعالیت های گروه داعش حدود 98% در افغانستان سرکوب شده، با این همه پرسشی مطرح می شود که طالبان چگونه خواهند توانست که با این همه چالش ها مقابله کنند. گزارش جاوید نعیمی، گرفته شده از صفحه رسمی رادیو آزادی. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می گذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقاتی خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.